مریم نمازی فعال حقوق زنان از لندن با ما همراه شده. خانم نمازی، شما هم از زنانی هستین که به این حرکت پیوستین، به ما بگین که انگیزه شما چه بوده که با این حرکت همراه شدین و دقیقا شما و همراهانتون چه کار دارین انجام میدین؟ خیلی ممنون. لیسا ماری که تیلر که رئیس سازمان فعلی سازمان حقوق زنانه و خود من امروز این حرکت اعتراضی جهانی رو اعلام کردیم در همبستگی با نازنین زقاری و قرار است که هر روز برای 24 ساعت یک زن اعتصاب قضا کنه و از این طریق یک زنجیره ای از زنان به وجود بیاریم که هر روز یکیشون داره اعتصاب و قضا میکنه تا روزی که نازنین آزاد بشه. و چون امروز اولین روز حرکت من و لیسا ماری تیلر با هم داریم اعتصاب قضای 24 ساعتمون رو ادامه میدیم، شروع میکنیم. و خب دلایلش یکی همونطور که شما گفتین ادامه اعتصاب قضای ریچارد رادکلیف همسر نازنینه، در ضمن این که نازنین بدون تنها نیست و زنان زیادی هستن که پا گذاشتن جلو و خواهان آزادیش هستن و خب مسلماً برای اینکه بتونیم فشار بیاریم روی جمهوری اسلامی و دولت انگلیس که نازنین آزاد کنن و بتونه برگرده به آغوش خانوادش. چیزی که خیلی مشخصه اینجا اینه که نازنین کاملاً بیگناه، گروگان گرفته شده از سوی دولت ایران، مانند چندین دو ملیتی که گروگان گرفته شدن مثل انوشه آشوری و یا سیامک و باقر نمازی. و این جمهوری اسلامی این کار کرده که فشار بیاره روی دولت‌های غربی. میدونیم که مسئله بدهکاری انگلیس مطرح شده اینجا، ولی چیزی که به نظرم مهمه اینه که اینجا بگم اینه که خیلی از دولت‌ها بدهکاری دارن، فقط جمهوری اسلامی که یه شهروند بیگناه رو گروگان میگیره تا اینکه بتونه این مسئله رو مطرح کنه و بهش برسه. و به نظر من وقتی ما داریم به کیس نازنین و یا گروگانگیری دو ملیت ها نگاه میکنیم، باید اینو در چارچوب نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی این مسئله رو دید. و نقض حقوق بشری که الان بیش از 40 سال داره ادامه پیدا میکنه. و سوال من اینجاست که مگر نوید افکاری، مگه سپید قلیان، مگه مادران دادخواه از مادران خاوران گرفته تا مادران کشته شدگان اعتراضات آبان، مگر این عزیزان بدهکاری داشتن که این چنین حقوقشون پایمال شده؟ یعنی به نظرم خیلی مهمه که در این چارچوب ما این مسئله ببینیم. اصل مطلب اینه که نازنین باید آزاد بشه و ما زنان هستیم اینجا هر روز اعتصاب قضا خواهیم کرد تا آزاد بشه و خواهان این هستیم که جمهوری اسلامی و دولت انگلیس هر نوع بدهکاری، هر نوع روابط اقتصادی سیاسی، سود و منفعتی که دارن و نمیتونن، به هیچ وجه نمیتونن این رو بدون در نظر گرفتن حقوق بشر مطرح بشه. یعنی حقوق بشر والاتر اولویت داره تا هر منفعت اقتصادی سیاسی این دولت. و خب مشخصا امیدواریم که این حرکت اعتراضی بتونه توجه رو روی این مسئله ادامه بده، توجه رو جلب کنه، ادامه بده، فشار رو همچنان ادامه بده تا اینکه نازنین بتونه برگرده به آغوش خانوادش. نمازی، اما انگیزه شخصی شما چی بوده؟ این چه داستانی از نازنین برای شما انقدر مورد توجه بوده که بیاین به این حرکت بپیوندین، 24 روز اعتصاب قضا بکنین برای آزادی یک زندانی در ایران؟ خب مشخصه که من خودم بالاخره از ایران، متولد ایرانم و فعال سیاسی حقوق بشری هستم. و خب نازنین یکی از اشخاصیه که دارم براش تلاش میکنم که بتونه آزاد بشه، مانند خیلی از زندانیان سیاسی دیگه که براشون تلاش کردم، از نظر برای مثال سکینه محمدی آشتیانی که قرار بود سنگسار بشه تو ایران، کسانی مانند سینا دهخان و کسایی که قرار بود به خاطر ارتداد یا کفگویی برای مثال اعدام بشن یا زندانی بشن. این حرکت برای نازنین زقاری رادکلیف جزوی از حرکت افرادی مثل خودم برای حق بشر، حقوق انسان
و حقوق زنان در ایرانه و فکر میکنم خیلی ها مثل خودم این علاقه و اشتیاقو دارن که تا حدی که میتونن دخیل باشن و سعی کنن حرکتهایی انجام بدن که یک کمکی بشه به کسایی که تحت قوانین جمهوری اسلامی برای 40 سال الان دارن اذیت و آزار و سرکوب میشن. یعنی یه نسل‌کشی صورت گرفته اونجا و ما وظیفه داریم که تا حدی که میتونیم از مردم ایران حمایت کنیم و افرادی مانند نازنین زغاری که کاملا بیگناهن. سپاسگزارم از شما.